تصمیم 22 امر الله صالح. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. امر الله صالح در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: تصمیم 22 جلسه 6:30 صبح روز سه‌شنبه 20 عقرب مطابق به 10 نوامبر سال 2020 میلادی. اول، معضله ساختمان های غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب زمین های عامه تنها از راه مداخله پلیس حل شدن نمی تواند. یک بار دیگر تاکید بر تجدید فعالیت های ریاست تحقیقات جرایم جنایی صورت گرفت. خوشبختانه با صدها نفر که ساحه کوچک و یا بزرگ را غصب کرده اند کتابا هشدار داده شده است که ساحه را آزاد سازند. قرار است که دیتابیس غاصبین به زودی تکمیل گردد و کسانی که با هشداریه ها و جلب ریاست تحقیقات جنایی اعتنا نمی کنند مورد تحریم و تعذیر قرار گیرند. نوع تحریم ها زیر بحث است. برای ما بسیار مهم است که اعتبار پلیس و قوت نرم پلیس و دیگر نهاد را بالا ببریم. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش. به همین خاطر در روزهای اخیر شاروال کابل توانسته است با کمترین نیروی پلیس کارهای بزرگ مانند آزادسازی تمام بند قرغه را انجام دهد. نزدیک به 100 باب رستوران خودسر در سرک متصل به بند داوطلبانه بساط خود را برچیدند و رفتند. و کنون معیاری سازی ساحه دغدغه ماست. شماره میپرسند این کارها چه ربطی به بهبود امنیت دارند؟ مختصر باید گفت که امنیت با تفنگ و رژه نظامی خلاصه نمی شود. آن یک بخش از امنیت است. تعریف امنیت محدود به فعالیت قوای مسلح نمی شود. به این موضوع کدام وقت دیگر خواهم پرداخت. دوم، پسته به معنای پلیس از کناره جنوبی وزارت معارف برداشته شد. این پسته نه تنها چهره شهر را حقیر ساخته بود، بلکه نما و ظاهر پسته شباهت زیاد به کلبه خیابان خوبان داشت. سوم، فیصله گردید که باز هم به خاطر مهار جرم و جنایت در شهر کابل، این بار فهرست افراد زیر پیگرد مسجد به مسجد پخش گردد. سطح جرایم جنایی به صورت قابل ملاحظه پایان آمده است، اما مهار جرایم طالبانی و ترور که هر از گاهی جسم و روح ما را می فشارد با استراتژی متفاوت نیاز دارد که کار اساسی بالای آن صورت گرفته است و نتایج ملموس نیز داشته است. چهارم، فهرست دواخانه هایی که از آنها تبلید گاو و دیگر دواها یافت شد بزودی نشر می شود. تشهیر منفی یکی از راه های ایجاد اخلاق اجتماعی و آوردن فشار بر قانون شکن هاست. پنجم، با وزارت امور خارجه کشور مسئله اجرایی شدن تدابیر بهتر و انسانی برای متقاضیان ویزه پاکستان بحث شد. قرار است که پاسپورت ها در 16 نقطه جمع شوند و به اساس نوبت و بدون ایجاد هرج و مرج و بیروبار به سفارت بیایند. وزارت خارجه تمام این موضوعات را با سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل هماهنگ کرده است. از طرف میثاق امنیتی و تیم 630 این مسئولیت به دوش رئیس محافظت عامه جنرال خوشحال سادات قرار دارد. موصوف مطالعه مسلکی و استوار بر حقایق از کل موضوع انجام داده است. مجری جمع آوری پاسپورت ها به شکلی که هیچ کس نتواند نوبت جعلی بگیرد بین وزارت خارجه و اداره افغان پست قرار دارد صورت گرفته است. موضوع برای ما شعار و اعلامیه نیست و همه روزه هموطنان ما را در جریان قرار خواهیم داد. مطمئن باشید تحقیر شدن بس است افغان نیاید به خاطر ویزا تحقیر شود. ششم، فهرست 50 نفر تروریست که در انفجارات دست دارند به زودی نشر می شود و از مردم خواهد شد که بالای هر کدام حق العبد دعوا نمایند. دلیل تأخیر در نشر فهرست این است که بالای جزئیات جرایم اینها کار صورت می گیرد و ما تلاش داریم لیست تمام قربانیان حوادث را نیز ترتیب دهیم. هفتم، کار ترافیک کابل تحرک پیدا کرده است. مقدار جریمه به خاطر قانون شکنی روزانه از 0 به 300 هزار افغانی رسیده است.
تدابیر بیشتر که روی دست است، شاید این مبلغ به 1,000,000 برسد. اگر می خواهید جریمه نشوید، قانون را زیر پا نکنید. موتر بی پلید در شهر نیست و یا اگر هست، دزدان گشت و گذار می کنند. ثبت وسایط بی اسناد آغاز گردیده است. صدها اراد موتر بی اسناد که اعلامی ها را نادیده گرفته بودند متوقف شده و عملا در خدمت گزمه های پلیس در شهر و ولسوالی ها قرار داده شده اند. به پلیس ترافیک هدایت داده شده که غرفه های شهری خویش را تزیین و رنگ نمایند و با نمایش نظم و صفای وقار این نهاد را بالا برند. هشتم، کار روی طرح جریمه کمرشکن برای کسانی که بلند منزل غیر قانونی آباد می کنند در اداره امور ریاست جمهوری ادامه دارد. مسوده آن را قبلا از ارائه به جلسه کابینه به توجه مردم خواهیم رسانید. نهم، متاسفانه کابل گواه چند حادثه جنایی و تروریستی بود. در خیرخانه یک شخص اختطاف گردیده است. کار برای نجاتش ادامه دارد. در قره‌باغ در قریه چارجی یکی از سربازان ما شهید شده است. دهم، در عملیات های مشترک پلیسی و استخباراتی چندین تن تروریست و اسلحه فروش دستگیر گردیده اند که جزئیات را از بخش مطبوعات خبر خواهید شد. یازدهم، در 24 ساعت گذشته سطح حمایت از فعالیت های تیم 6.5 صبح 52%، نظریات اکادمیک برای اصلاحات 20%، انتقاد های تند ولی به محتوا 20%، رکی گویی و دشنام 1% بوده است. مانند همیشه نظریات شما تحلیل و بخش بندی شده و به اساس آن اقدام های لازمی صورت می گیرد. با تمام نظریات سازنده و قابل اقدام شما ارج گذاشته می شود. 11. شهروالی کابل منتظر نظریات تکنیکی شما هم از دید مهندسی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره می باشد تا بتوانیم طرح بدیل برای پارسازی ساحه خالی شده از سینوی در حال فروریزی پارک شهر نو را پارسازیم. شهروالی کابل خود طرحی را در اختیار دارد که می خواهیم در مشورت با تمام نهادهای فرهنگی و مهندسی پخته و غنی گردد. تماس‌های مکرر با اتحادیه مهندسان و انجینیران افغانستان و اهل فرهنگ افغانستان صورت گرفته است. طرح بدیل همه خواست های معقول شهریان کابل اعم از همشهریان نو و کهنه را در خود خواهد داشت. باز هم نوستالژی ها و خاطرات همه قابل درک و احترام است. تعدادی از حافظه جمعی یاد کرده اند. ما به حافظه جمعی نو نیز نیاز داریم و باید از فضاهای موجود استفاده حد اکثری و مطابق به خواست فرهنگی و تمدنی ما صورت گیرد. یک یار دیگر خاطر نشان می سازیم که سینمای پارک شهر نو که ساختمان چوب پوش بود فرسوده شده و قابل ترمیم نبود. از دید فضا امکان استفاده آن با مقاصد امروز وجود نداشت. به نظراتتان ارج قائل هستیم و در عین حال لحظه های می رسد که کفایت و کارایی مهمتر از محبوبیت و عوامگرایی است. یاهو. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.